بهترین دستاوردی است که برای اولین بار در تاریخ، راست میگه البته، در تاریخ بشر همچین انتخاباتی دیده نشده است. ولی در زمان مشروطیت هم از اول تا آخرش انتخابات نبود. انتخابات تو بردی، هر روزم بهتر شده که حالا هفتمین دورش ماشاءالله دیگه از همه بهتر شده. ببینید من اینو میگفتم، خدا میکرد آدم، واقعا من خودم که این آرزو میکنم، همیشه به درگاه خدا بند دعا میکنم، خدایا منو قبل از اینکه آبرون بره مردم به ریشم بخندن، توف و لعنتم بکنن، به سنگ بزنن، بدنام بشم، بی آبرو بشم، بدبخت بشم، از لحاظ جسمی به یه روز بدی یا بیفتم، یا روحی یا جلو مردم، اون بدتر از همه، منو بکش که به این روز نیفتم. حالا بنده که نه، من دلم میخواد این بدنام بشه مثل همه اینا، بعدم پدرشون مردم در بیارن. اما واقعا من اگر جای این خاتمی بودم، دعا میکردم به درگاه خداوند که همین روزها خدا منو بکشه، خیلی بهتر بود. حالا اون دنیا خودش میدونه با این بنده فریبکارش، ولی در این دنیا این ننگ رو که خودش هم با کمال افتخار تحمل میکنه و فریاد میکنه، دروغ بوده. ما ندیم آقا مملکتی، یا تو دروغ میگی، یا رهبرتون دروغ میگه، یا رئیس شورای نگهبانتون آیت الله جنتی با اون ید و بیضاش دروغ میگه، یا همتون دروغ میگید. آخه این وسط مردم باید بفهمن که دروغ میگه. اون یه تو دروغ میگه، تو میگه لیستم داده بودین دیگه، خودتون گفتین دادین. اون وقت جنتی آیت الله بابا مرتیکه تمام این مملکت رو در اختیارش گذاشتیم، اون همه بودجه بهش دادین، این همه بسیجی و سپاهی و نمیدونم لباس شخصی و چاقوکش و بوکس، پنج بوکسی و اینا استخدام کردین. اون دروغ میگه، اون وقت تو راست میگی. آخه چه معیار این وسط هست که بفهمیم کی راست میگه؟ تو اون آیت الله، تو که آیت الله نیستی هنوز، آیت الله دروغ میگه، تو دروغ میگی. اگه آیت الله دروغ میگه، پس رهبر دروغ میگه. اگه رهبر دروغ میگه، تو پدر سوخته چه رفتی شدی رئیس جمهور چنین نظامی؟ فقط شما رو مسخره کردم مردم، فقط این رژیم باید بره، هیچ چیزی